به جرات میتونم بگم که فوتبال ورزش پرطرفدار و محبوبی توی دنیاست و برگزاری لیگ‌های حرفه‌ای و جام‌های جهانی و قاره‌ای و کشوری و شهری باعث شده تا به محبوبیت این ورزش اضافه بشه. اما یه سری فکت‌ها و حقیقت‌ها توی این فوتبال وجود داره که هر چقدر ازشون بفهمید بیشتر دوستان که فوتبال نگاه کنید و به فوتبال علاقه‌مند میشید. حتی فرق نمی‌کنه که شما طرفدار چه فوتبالیستی، طرفدار چه تیمی، طرفدار چه لیگی، طرفدار چه کشوری یا اصلا طرفدار فوتبال هستین یا نه. قطعا وقتی این فکت‌ها رو بشنوید شما کنجکاو به دیدن فوتبال میشین. مثلا شما میدونستین که جوان‌ترین فردی که تونسته قرارداد حرفه‌ای رو با یک باشگاه امضا کنه پسری 20 ماهه بوده؟ یا مثلا شما میدونستین که بزرگترین استادیوم فوتبال توی کره شمالیه و با ابعاد 225 هزار متر مربع و گنجایش بیشتر از 150 هزار نفر شناخته میشه و قطعا استفاده چندان زیادی هم ازش نمیشه؟ پس اگر دوست دارید که فکت‌های جذاب و جالبی رو درباره فوتبال و بازیکن‌ها و حقایق پشت پرده و مافیای فوتبال بدونید این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. اما آخرین مورد این لیست، اگر هم علاقه‌مند به فوتبال نباشی تو رو قطعا کنجکاو و علاقه‌مند می‌کنه که فوتبال رو ببینی. قبل از اینکه وارد ویدیو بشیم باید بگم که من قبلا یک پارت از این ویدیو ساختم که لینکش این بالا میاد، میتونید کلیک کنید و ببینید. که پیشنهاد من اینه که اول اون ویدیو رو ببینید بعد بیاین روی این ویدیو و این ویدیو رو ببینید تا کامل استش فکت‌های جذاب دستتون بیاد و از فوتبال خیلی بیشتر بدونید. اولیور کان اولین و تنها دروازه‌بانی که تونسته توپ طلا برنده بشه. اولیور کان در جام جهانی 2002 به خاطر سیو و کلین‌شیت‌های خفنش و رهبری تیم ملی آلمان در نهایت تونست سوپ طلای و مسابقات رو برنده بشه و 80%ش هم به خاطر بازی فینال بوده که البته درست قهرمان نشدن، شکست خوردن، اما اولیور کان واقعا عالی تیمش رو رهبری کرد. بزرگترین تولید کننده توپ فوتبال توی جهان چه کشوریه؟ اصلی ترین و مهمترین شیئی که توی فوتبال ازش استفاده میشه توپ فوتبال قطعا. اما جالبه بدونید که کشور پاکستان چیزی نزدیک به 80% توپ فوتبال جهان رو تولید میکنه و در جام جهانی 2014-2018 این عدد به 95% هم افزایش پیدا کرده بود و 5% باقی مونده در کشور هند تولید میشد. اما درباره همین توپ فوتبال یک تئوری جالب مطرح شده. توپ های فوتبالی که در مجامع و مسابقات بین المللی استفاده میشن، مخصوصا مسابقات بین المللی اروپایی، دارای 32 تیکن که هر تیکه اونها بیانگر یکی از 32 کشور اروپایی معروفه. ورزش فوتبال بزرگترین ورزش توپی جهانه که توی اون بازیکنان نمیتونن از دستای خودشون برای گرفتن توپ استفاده کنن. مثلا توی ورزش‌های بزرگ توپی دیگه مثل هندبال، بسکتبال، واترپولو یا والیبال همه بازیکن‌های اون ورزش از دستاشون برای کنترل، دریافت گرفتن یا کلاً بازی کردن استفاده می‌کنن. اسم باشگاه آرسنال از اول دی آرسنال بود، اما زیر نظر هربرت چمپین به آرسنال خالی تغییر پیدا کرد تا اینطوری به خاطر قرارگیری حرفه در اول اسم باشگاه در فهرست باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس آرسنال در صدر قرار بگیره. از اخراج بازیکن‌های فوتبال خیلی شنیدید. این اتفاق خیلی معمولی که بازیکن‌ها یا با گرفتن کارت قرمز مستقیم یا با گرفتن دو تا کارت زرد توی یک بازی اخراج میشن و از بازی بعدی هم محروم میشن. اما جالبه بدونید مارتین سیلوستر داور انگلیسی معروف در سال 1988 به خاطر مشت زدن به یک بازیکن خودش اخراج شد. آرتور فرندریش بهترین گلزن تاریخ فوتباله. اون در 26 سال فوتبال حرفه‌ای خودش موفق به زدن 1329 گل شد که به خاطر همین رکورد بهش لقب ببر داده بودن. اما این آمار تعداد گل‌ها و تعداد بازی‌ها مربوط به لیگ داخلیه. آدولف هیتلر از فوتبال متنفر بود، چرا که اون میگفت من نمیتونم مطمئن باشم که آلمان توی هر بازی برنده از زمین خارج میشه. اولین بازیکن فوتبالی که از یک باشگاه به یک باشگاه دیگه منتقل شد کی بود؟ جک سافتورد در سال 1893 به قیمت $500 از برکبرن راوز به اورتون فروخته شد و منتقل شد. کریستیانو رونالدو تنها بازیکن شناخته شده تاریخ فوتبال که موفق به زدن گل در تمامی دقایق یک مسابقه 90 دقیقه شده. اون در دوران حرفه‌ای خودش از دقیقه 1 تا دقیقه 90 گلزنی کرده و الان شانس این رو داره که از دقیقه 90 تا دقیقه 120 هم در هر دقیقه‌اش گلزنی بکنه. میدونستین که توی بیشتر زمین‌های فوتبال یک شیب خاص تعبیه شده و یک طرف زمین باید به یک طرف زمین دیگه به صورت شیبدار حرکت کنن؟ در واقع یک زمین فوتبال میتونه 5 درجه شیب رو به یک طرف داشته باشه و به همین خاطره که در بین دو نیمه تیم‌ها جاشون رو عوض می‌کنن و در نیمه اول یک تیم به سمت شیبدار حرکت می‌کنه و در نیمه دوم برعکس. حتما یک بار هم که شده اسم پله رو شنیدین. پله یکی از اسطوره‌های بزرگ تاریخ فوتباله، اما چرا صداش می‌کنن پله؟ اسم اصلی اون ادرسون آرانتوس دوناسیمونت است.
اما یک سری تئوریا که دربارش مطرح میشه اینه که پله در یک پای خودش 6 انگشت داشت و به همین خاطر اون رو پله صدا میزدن. انگلیسی ها ادعا میکنن که برای اولین بار فوتبال رو کشف کردن و اون رو اختراع کردن، اما در واقع انگلیسی ها برای اولین بار فوتبال مدرن رو کشف کردن و اختراع کردن. در سلسله هان توی کشور چین ورزشی به نام گوچو به معنی لگد زدن به توپ وجود داشت و اون به عنوان فوتبال کلاسیک و قدیمی شناخته میشه و شاید این ورزش محبوب توسط چینی ها اختراع شده باشه برای اولین بار. و اما حالا آخرین فکتی که شما را قطعا علاقه‌مند میکنه به دیدن فوتبال و طرفدار فوتبال بودن. در سال 1967 طرفین جنگ‌های داخلی نیجریه برای آتش‌بس موقت توافق کردند. اما دلیل این آتش‌بس این بود، اونا آتش‌بس کردن تا بتونن بازی پله اسطوره برزیلی رو در لاگوس تماشا کنن. اما قطعا این اولین باری نیست که به خاطر فوتبال و بازی مهم توی جنگ‌های مختلف آتش‌بس اعلام شده. پس این یعنی علاوه بر اینکه فوتبال یک ورزش جذاب و سالم و یک سرگرمی و تفریح خیلی خوبه، میتونه به خاطر یک بازی جذاب و خوب جان هزاران نفر رو نجات بده. پس تو چرا بیننده و طرفدار فوتبال نباشی؟ فوتبال یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین رشته‌های ورزشی جهانیه که ترکیبی از قدرت، سرعت و مهارت و تفکره. این بازی جهانی دارای طرفداری خیلی زیادی که روزانه بازی تیم‌های مختلف و مورد علاقه‌شون رو می‌بینن. اما این قضیه جای جذاب‌تر میشه که اونها بتونن درباره اون چیزی که می‌بینن اطلاعات و حقایق خیلی جالبی هم کسب کنن. حالا به نظر شما کدوم یکی از حقایقی که توی این ویدیو گفته شد جذاب‌تر بوده براتون؟ اگر هم شما چیزی رو میتونین که توی این ویدیو گفته نشده به نظرتون جالبه، حتما توی کامنت ها بهم بگید. مرسی که تا انتها تماشا کردین. دمتون خیلی گرمه. لایک، کامنت، سابسکرایب به کانال تو فراموش نشه. خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین. پرچمتون خیلی بالاست. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.